خب دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که آقای یزدان خدابندلو با ما هستن. به ایشون خوش آمد میگم و میکروفون رو در اختیارشون میذارم. آقا، هفته پیش بحثی رو که شما شروع کردید خیلی از دوستان دوست داشتن، خیلی ها به اصطلاح انتقاد کردن. اگر اشتباه نکنم آقای دکتر کاظم افشارها هم درباره برنامه شما روز جمعه گذشته صحبت کردن. البته این هفته ایشون نیستن و پاریس هستن، هفته آینده باز خواهند بود. اگر وقت کردید اون ویدیو رو تماشا کنید. اگر خواستید درباره صحبت‌های ایشون هم میتونید نظر بدید و صحبت کنید. و اما شما برای من نوشتید که برنامه امروز دنباله برنامه قبل هست. بحث امشب ادامه مقاله فراوند مغز میمونی به مغز انسانی در روند تکامل است. این شما و این هم بینندگان شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. درود بر شما آقای سروی، شنوندگان و بینندگانتون. همونطور که در متنی که برای شما ارسال کردم اشاره کردم، این برنامه دومین و آخرین برنامه هستش درباره فرایند مغز میمونی به مغز انسانی است و ناگزیرم به چند فاکتور اشاره کنم که به علم ژنتیک ارتباط داره، چون فرایند بزرگ شدن مغز و سپس راست قامت شدن پدیده‌ای هستش که در مغز صورت میگیره و چگونگی اون رو من در اینجا توضیح میدم که در جلسه قبل چون وقت محدود بود منتقلش کردیم به این برنامه. بسیار عالی. و در ابتدا از شما خواهش میکنم یک تصویر برای شما فرستادم که ساختمان یک سلول رو، زرد رنگ ساختمان یک سلول رو داره نشون میده که دی ان آ در درون هسته سلول قرار داره و توسط یک رشته مارپیچی میاد و باز میشه و نردبان دی ان آ رو نشون میده. این رو نشون بدید و چند لحظه هم نگرش دارید که من جز به جز اون رو توضیح بدم. یعنی که نوشته نردبان دی ان آ در هسته سلول. بله. یعنی اینه که در این توضیح ها شیوه کار از کل به جز رفتنه. ابتدا ساختمان سلول رو توضیح میدن که در اونجا یک سلول هست، همه موجودات زنده دارای چنین سلولی هستند و این سلول هستش که تکثیر میشه از یک به دو، از دو به چهار و چهار و الی آخر، و در درون هسته اون این پدیده دی ان آ قرار داره. من متن رو ابتدا میخونم بعد جز به جز توضیح میدم. تعریف ژن، چون ما در این متن با موضوعی به نام ژن سر کار داریم و سعی میکنم که من اون رو تعریف کنم تا اینه که سرنخ ها به دست شنوندگان و بینندگان شما بیاد که درباره چی اصلا داریم صحبت میکنیم. این ژن که شما میگید منظورتون همینه که آمریکایی ها میگن جین، نه بله. اونی که نه اون جنی که آخوندا میگن. نه خیر. بله بله بفهم. بله، این یه پدیده علمیه و اون جنی که آخوندا دارن میگن یک خرافاته. بله. تعریف ژن. ژن عاملی است که صفات موجود زنده را از والدین به فرزندان و در ابعاد وسیع‌تر از نسل قدیم به نسل جدید منتقل می‌کند و در پیکر مولکول قولاسای نردبان مارپیچی به نام دیزاکسی ریبوز نوکلوئیک اسید که مخفف آن دی ان آ مستقر شده که ابعاد آن 2 نانومتر است. توجه داشته باشین که در یک جلسه قبلی هم که من درباره نانوتکنیک صحبت می‌کردم، هر نانو 1 میلیاردم متره. در نظر بگیرید حالا طول و عرض یک دی ان آ میتونه 2، 3 و حتی اکثر تا 5 نانو باشه. نانومتر است
و همراه با مواد پروتئینی به صورت نوکلئوپروتئین در آمده که در هسته سلول به شکل کروموزوم و اغلب یاخته های بدن 46 کروموزوم دارند ظاهر می شوند و ژن حامل کدهایی است که پروتئین به کمک آن ساخته و علم ژنتیک شاخه‌ای است در دانش ژن شناسی که به مکانیسم وراثت می‌پردازد و هر فرد هنگام لقاح اسپرم با تخمک لطفاً اگر میتونید اون تصویر تخمک و اسپرم رو هم نشون بدید که من مقدار توضیحاتی بدم. خب من این عکس‌ها رو که شما فرستادید با شماره براتون برگردوندم، یا شما دریافت نکردید در صورت با شماره از اینجا نمیدونم، بذارید دو رو من نشون بدم چون اینجوری خیلی کوچولوه من متوجه نمیشم. نوشتید اشکال 23 جفت کروموزوم، این رو میگید؟ نه، این در واقع وقتی که میخوان این کروموزوم ها تکثیر بشن و لقاح تشکیل بدن، جفت ماده و نر تکثیر میشن. تقسیم سلولی اونو میگی؟ تقسیم سلولی، تقسیم سلولی در واقع یه دونه دیگه هم هستش که در اونجا اون تقسیم سلولی رو نر و ماده رو نشون داده که چگونه اینا تقسیم میشن و من در اینجا الان دارم توضیح میدم، بعدن توضیحات رو بهش اضافه میکنم. بله. خب شکر، اغلب یاخته های بدن 46 کروموزوم دارن ظاهر می شوند و ژن حامل کدهایی است که پروتئین به کمک آن ساخته و علم ژنتیک شاخه‌ای است در دانش دانش ژن شناسی که به مکانیسم وراثت می پردازد و هر فرد هنگام لقاح اسپرم با تخمک در تشکیل جنین 23 کروموزوم از پدر و 23 کروموزوم از مادر دریافت می کند که 22 جفت مشابه هم و تنها جفت 23 مربوط به جنسیت در مردان با علامت XY و در زنان با علامت XX مشخص می شود و 46 کروموزوم هنگام تقسیم از 1 به 2، از 2 به 4 و از 4 به 8 و تا بی نهایت تکثیر می شوند. خب شما اگر اون تصویر تقسیم سلولی رو اگر بگذارید اونجا، داره نشون میده که در مردها وقتی که تقسیم میشه اون کدی که همراه داره XY و در زنان XX. خب حالا در همین جایی من یه مقداری توقف کنم که بعدها توسط شما من یک بحث مشروعی میخوام بکنم درباره این جنبش فیمن و نقبی بزنم به ریشه هاش که اصلا موضوع سر چی هست. اشاره به این مسئله XY و XX میکنم. وقتی که زنا سلولشون تکثیر پیدا میکنه علامتش XX، یعنی عنصر زنانگی رو کاملا همراه دارن، یعنی همه چیزشون زنانه است به اضافه همون جنسیت زنانه شد که باعث تولید ارگان جنسی مادی نمیشه. اما توجه داشته باشید که در مردان یه X کنارش یه دونه Y وجود داره و تنها اون Y هست که صفات مردانه رو به این موجود میده که باعث رشد یا تولید آلت تناسلیش میشه. حال اگر بخوایم از دیدگاه علمی یا فلسفی یا حتی فانتزی نگاه بکنیم، میبینیم طبق این داده های علمی هر مردی در درون وجودش عناصری از مادینگی را هم داره. خب حالا شما هیچ
شما در این مورد سوالی نداری؟ نه من دارم نگاه میکنم و جالب بود که قبلا میدونستم، ولی اینی که شما میگید مردا هم X رو دارن هم Y رو دارن یا Y رو دارن، ولی خانم ها فقط دو تا X رو به اصطلاح کری میکنن. بله. البته هر وقت نوبت ما هست سوال کنیم، یه دوستان یه سری سوال کردن مثلا که اونا رو مطرح میکنیم، ولی شما اول سوالایی که البته سوالایی دیگه در رابطه با این موضوع هست بفرمایید مطرح کنید، خیلی هم من خوشحال میشم که جواب بدم، اما سوالایی دیگه مربوط به مطلب نیست مطرح نکنید که چون وقت ما رو میگیره. بله. خب بنابراین ژن رو شما شناختید که چی هست، حال میخوام من بپردازم به اینه که چگونه انسان مغزش رشد کرد و سپس راست قامت شد و توسط همین علم ژنتیک موضوع رو بتونم توضیح بدم که شنوندگان و بینندگان شما در حدودی سر نخا به دست بیاد. این قسمتی رو که برای شما میخونم در جلسه قبل هم به سرعت خوندم، اما چون مهم هست و ارتباط داره به این موضوع جدید بار دیگه میخونمش. خب در اونجا من توضیح دادم در جلسه قبل که نیای دور میمونی ما از بالای درخت اومد پایین و در دشت ها روان شد. خب چه اتفاقی برای اون اتفاق افتاد؟ گام به گام فرایند آن تحول را تجزیه و تحلیل کنیم. در ابتدا یادآور شوم که یک عضو یا هر ارگانی آنگونه که بسیاری از انسان شناسان در حوزه تکامل بیان میکنند نبا خوردن یا مصرف مواد بلکه زمانی رشد و تحول میابند که از آن عضو کاری پردوام مکرر سامانمند هدفمند و پیوسته در حرکت خواسته شود. کار سامانمند آن شکلی از حرکت است که عضو یا ارگان مورد نظر برای انجام آن مواد غذایی لازم و کافی از خون دریافت کند و بدین سان نیای کهن بر روی زمین آمد و در جستجوی غذا پای در دشت های فراخدامن گذارد که سرشار از مواد خوراکی بود. اما در کنار این سفره رنگین شبه هراس‌انگیز خطر خورده شدن توسط سایرین که در هر متر و پارامتر آن فضای باز در کمین او نشسته بود و او به حکم غریزه در جهت کاستن از درجه آن شبه مخوف در راستای سیانت خود در حین جستجوی غذا پیوسته سر بر می داشت و پیرامون خود را نگاه می کرد که مبادا حریفی نیرومندتر از خود در کمینش نشسته و به او حمله کند. در اینجا یک لحظه من توقف کنم. شما در نظر بگیرید آقای سوربی وقتی که انسان روی چهار دست و پا داره راه میره به چه حکمی و چه ضرورتی پادربیاری میکنه که این بلنش پیرامون خودش رو نگاه کنه؟ خطر حیواناتی که ممکنه بهشون حمله کنن، یک. دو، خود این هم به دنبال حیواناتی بوده که ببینه میتونه پیدا بکنه، موشی، خرگوشی، آهوی، سموری یا ماری یا هر چیزی که زورش بهش میرسه در کجا قرار داره که اونو پیدا بکنه. برای اینکه اونو بتونه پیدا بکنه طبیعتا باید افق دیدش رو گسترده کنه. انسان وقتی که روی چهار دست پا هستش ارتفاع دید اون مثلا در حداقل 40 تا 50 سانتی متره و حتی اکثر میتونه 100 متر یا 200 متر رو ببینه، اما وقتی که راست قامت میشه این 40 50 سانتی متر میرسه به 100 170 سانتی متر و طبیعتا شعاع دیدش گسترده میشه و افق مورد مطالعهش پهناور میشه. در نتیجه هر جنبنده‌ای رو میتونه ببینه. یکی از انگیزه های راست قامت شدن هم
پرهیز از خورده شدن توسط حیوانات دیگه و دومی یافتن حیوانات دیگه بوده. خب این کار رو هم طبیعتاً هر روز باید بارها انجام میداده و چون بارها انجام میداده ناگزیر میشه که راست بشه و وقتی که راست میسته ابتدا دست ها از حمل بدن آزاد میشن. دومین کاری که صورت میگیره این وزن مثلا 100 150 یا 170 کیلوگرمیش میافته روی پاها. اون پاشنه پا طبیعتا تحت فشار احساس آزردگی میکنه، دچار رنج میشه. این آزردگی و رنج توسط دستگاه عصبی به مغز مخابره میشه. مغز در اونجا پردازشش میکنه و دستور میده به اندامهای حرکتی و از اونجا به دستگاه عصبی که خون بیشتری هم به اون ناحیه بفرسته که غذای بیشتری بخوره، سیر باشه، از گرسنگی تلف نشه. و چون هر روز این کار صورت میگرفته این دستوری که میداده توسط مغز چگونه صورت میگرفته؟ توسط همین کدها، یعنی کدی بوده که فرمان میداده به دستگاه عصبی و سیستم خون که مواد غذایی برسوند. و چون مکرر تکرار میشده سرانجام تصمیم میگیره که این کد روی اون نردبان دی ان آ نصب بشه. چون هر روز مکرر این تکرار میشده و برای اینکه این کار صورت بگیره باید این کد روی اون نردبان دی ان آ نصب میشد و وقتی که نصب شد و چند سالم ازش گذشت وارد میشد به اون سیستم توارث و این حیوان وقتی که تولید مثل میکرد این نردبان دی ان آش حامل اون کد هم بود که به فرزندان منتقل میشد که بعدها فرزندان عادت کردن که روی دو پا را برند. خب تا حدودی مسئله روشن شد؟ بله بله. بسیار. و این کار هر روز بارها تکرار میشد زیرا روی زمین دیگر فضای بسته جنگل که او در آنجا قهرمان بی همتای جهش ها و پرش های برغاسا که به چالاکی از شاخی به شاخی دیگر صورت می گرفت و امتیاز گریختن از دست را می داد نبود. در این میان کوچکترین قفلت باعث خورده شدنش توسط سایره می شد و او به فرمان غریزه که سخت افزارهای آن در گذشته بر روی درختان ساخته و در جمجمه بزرگش متراکم شده بود بیاریش میشه تا بزرگ شدن مغز هم همین فرایند رو طی کرده بوده. چون هر روز از این شاخه به اون شاخه میپریده و ناگزیر بوده که خود این از این شاخه به اون شاخه پریدن رو روی این نردبان دی ان آ نصب کنه که به فرزندان وقتی که منتقل میشه اونا دیگه احتیاج نداره که تجربه های جدید پدر مادر رو دوباره تکرار کنن، به راحتی از این شاخه به اون شاخه میپریدن. خب و او در این فضای باز ابتدا کاملا خلع سلاح و فاقد ابزار تدافعی و اسلحه تهاجمی بود که از خود دفاع کند و از روش های استتار و اختفا هم کاملا بیخبر و تنها ابزار دفاعی و تهاجمیش دست های آزاد شده از حمل بار بدن بود که تدبیر فاصله گیری از کلیه دشمنان نیرومند که در مسافت های دور و نزدیک او در کمینش بودن را به کار می گرفت. شما در نظر بگیرید یک پلنگی در 100 متری شما در کمینه، شما متوجه حضور اون میشید. طبیعی هستش که این 100 متر به شما اجازه میده که تدبیری بیاندیشید، یک کاری بکنید، خودتون مسلح کنید یا از میدان
تعرض اون خودتون رو دور کنید. این تدبیر فاصله گیری یکی از تمهیدهای هوشمندی بود که نیاکان ما به اون مسلح شدن، که بعدها هم شما نگاه بکنید ببینید در این کشتیگیرهای کشتی کج میکنن یا چون میکنن سعی میکنن درگیر نشن با حریف و فاصله شون حفظ کنن. تا زمانی که فاصله رو بتونن حفظ کنن میتونن میدان عملشون بازه و میتونن کار انجام بدن. اما اگه درگیر شد یا رو گرفت و مچالش کرد، اگه یه ذره نیرومندتر باشه دیگه کارش تمومه دیگه. زیرا غریزه آشکار و نهان به او میگو که در همین فاصله گرفتن از دشمن است که میتوانی تمهیدی به کار بندی، چوب و چماقی به دست گیری، بازوی تدافعی خود را بلندتر تا تعرض او را خونسا کنی. در غیر این صورت اگر فاصله با دشمن کوتاه باشد، او در یک چشم حمله زدن میتواند تو را از میان بردارد. بنابراین برای پیشگیری، مقابله و تهاجم، افزایش شعاع میدان دید و مسلح شدن به چوب و چماق اجتناب ناپذیر بود که با راست قامت شدن و آزاد شدن دست ها از بار بدن کمبود او برطرف شد. من یک بار در یک جلسه قبلی یادتون میاد که اشاره کردم که دوستان برای همه این مسلح شدن به چوب و چماق برن اون فیلم راز کیهان رو ببینن، که در اونجا جلوی یک غار دو گروه از ناندرتال ها یا نیاکان دور ما رو نشون میده که سر یک تومه دعواشون میشه و گروهی که صاحب غار بود در این کشمکش ها ناگهان دستش میره به طرف یک بازو یا رون یک اسب یا قاتلی رو که خورده بودن و اون رو به دست که میگیره میچرخونه، اون حریفا میذارن فرار میکنن. خب افزودن میدان دید چگونه امکان پذیر بود؟ عمل کرد و کنایش آن این چنین انجام گرفت: باید سر را بلند میکرد، کمر را راست و سرانجام بر روی دو پا میستاد تا قدش هرچه بلندتر به همان نسبت میدان دیدش فراختر شود و با فراختر شدن میدان دید افق پهناورتری را از نظر می گذراند و در همین نگاه معطوف بر پهنا و ژرفای افق خطرهای دور و نزدیک در کمین نشستهش را می توانست مشاهده کند و با چنین تمهیدی فرمان راست قامت شدن و افقهای دور را نظاره کردن ضرورتی اجتناب ناپذیر بود که در دستور رفتاری و نرم افزاری او قرار گرفت، زیرا که خطر همیشه و همه جا سایه در سایه او حضور داشت و سرانجام بند دیگری بر آن افزود، یعنی بر روی دو پا راه رفتن، دویدن و در این حال طعمه خود را در دشت میان حیوانات جستجو کردن. این را میگویند با یک تیر چند هدف را زدن. بدین ترتیب راست قامت شدن اجتناب ناپذیر به حکم ضرورت چنین فرایندی را سپری کرد که پیامد بسیار مهمه دیگر آن آزاد شدن دست ها که تحت فرمان مغز کارآمدترین نقش در پیکارهای پیش رو را ایفا می کرد و پدیده دیگری که در عمود شدن او نقش بنیادین داشت همان جمجمه حجیمش که در امر تعادل که بر فراز ستون فقرات استوار بود، آن ستون باید به تدریج به حالت عمود در می آمد تا از یک طرف عضلات گردن برای حمل آن گوهره حجیم راه دراز تقویت و کارآمد کردن خود را نپیماید. شما در نظر بگیرید سر اولاق یه چیزی معادل 4-5 کیلو وزنشه، برای اینه که این سر بزرگ رو که اون آرواره نیرومند رو برای خرد کردن گیاهان به کار میبره، یک گردنی داره که کمتر از سر نیست و میاد به طرف بدن حدود 7-10 کیلو، بعضی وقتا 20 کیلو وزنشه.
خب وقتی که ما از حالت چهار دست پا راست آمد میشیم، کله مستقیماً عمود بر ستون فقرات قرار میگیره و وزن روی ستون فقرات و از آنجا به روی دو پاها منتقل میشه. به همین خاطر هستش که چند فرایند به وجود میاد، چند تحول. یکی اینه که پاها نیرومندتر از دست ها میشن برای حمل بار، نه چالاک بودن اونها. و فرایند دیگه ای که میکنه شکم به تدریج راست میشه و دل و روده انسان ها تا آنها در حالت عمود قرار میگیره. و وقتی که اون گیاهخواری رو ترک میکنه میاد به سوی گوشتخواری، طبیعتا حجم مواد غذایی رو که لازم داشته کم میشه، حجم معده کوچیک میشه، در نتیجه تحرکش افزایش پیدا میکنه. خب و از طرف دیگر وزن جمجمه بر محور ستون فقرات در راستای نیروی جاذبه قرار گیرد و بدین سان گویی دستی از غیب که همان فرمان طبیعت بود مقرر کرد که این ارگان روانمند با آن مقام شامخ و ساختار بغرنج بر فراز اعضای دیگر در آن بالا قرار گیرد و دوم بیچاره در آن پایین در زیر نشیمنگاه از یک طرف وزن بدن و از طرف دیگر استحقاق با زمین روز به روز رنجوری و روانپریشی را بر او تحمیل کرد و چون کاری که در روی درخت ازش می‌خواستند در فضای آزاد دیگه ازش مطالبه نمی‌شد، این تبدیل شد به یک عضو بی‌ثمر و هر عضو بی‌ثمری خب بدن بهش مواد غذایی نمیرسونه و به تدریج از پیکر موجود زنده حذف میشه. تحمیل میکرد که سرانجام صحنه را ترک کند و چنین شد. او رفت و انسان رها شده از دم در میدان بقا درجه نزاع و شکار حیوانات را به توان بی نهایت بالا برد تا از یک سو توسط نیرومندتر از خود حذف نشود و از دیگر سو نفوذ در طبیعت را ابتدا با غلبه بر هم نوعان حیوانی خود آغاز کند. راهی به دور از نرم خویی، خونبار و پر از کشمکش. پس بنابراین در اینجا من دارم اشاره میکنم که این توحش و ددبنشی و خونخواری انسان ریشه در همه این گوشتخاریش داره. خب خشونت ضرورتی اجتناب ناپذیر در میدان بقا. در اینجا یه توقف بکنم، یه کتابی رو هم معرفی بکنم به شنوندگان و بینندگان شما که این هست که آخرین کتابیه که در این 18 سال اخیر در حوزه زیست شناسی منتشر شده به نام انسان در عصر توحش مال نئولین رید. مشاهده میکنید این کتاب رو؟ بله بله، انسان در عصر توحش. بله، این یک کتابی هستش که 700-600 صفحه هست و به بسیاری از همین این مسائلی که من در اینجا اشاره میکنم در اونجا اشاره کرده، اما در این کتاب جدید هم متاسفانه به چگونگی مکانیسم این راست قامت شدن و بزرگ شدن مغز اشاره نکرده که من ناگزیر بودم این مقاله رو بنویسم. خب خشونت ضرورتی اجتناب پذیر در بیدار بقا. نیای کهن در جستجوی غذا به تدریج از جنگل بیرون آمد، ولی با این خروج آن پیلی سبز را برای همیشه ترک نگفت، بلکه شعاع محیط مکان خود را از محدودی جنگل به سوی فضای باز و فراخدامن گسترش داد و در فرایند محیط گشایی پیوند خود با گیاهخواری را به طور کامل قطع نکرد تا با گوشت، چربی و پروتئین‌های دیگر که از پیکر حیوانات فراهم می آید مسئله گرسنگی و شکم را حل کند، بلکه در مواقع اضطرار و ناچاری که شکار گیرش نمی آمد گیاه با گشاده رویی به او
میرسید و از تنگنای گرسنگی رهایش میساخت. اما رفته رفته مصرف گیاه به نفع گوش دامنه محدودتری یافت و این پروتئین متراکم و کم حجم که برای فراهم کردن آن باید با حیوانات ریز و درشت اجتناب ناپذیر درگیر شود، جای آن را در سبد غذایی او گرفت، یعنی جای گیاه را. و با این جا به جایی خلاق، از یک سو چرخش در روان سوجوی او که با گیاه‌خواری عجین بود، به سوی درنده‌خویی و توحش روزافزون میل کرد و سوی دیگر حجم معده او رو به کاهش نهاد و با کاست شدن از حجم معده وزن پیکر راست قامت شده اش سبکتر شد و با کاهش وزن سرعت تحرک و چالاکی او رو به صعود نهاد که در مقابله با حیوانات و از پای در آوردن آنها ابزاری بود کارا و مؤثر. در نتیجه عنصر خشونت فراروی او قرار گرفت و به تدریج جزئی از ابزار کار او شد، چون پایداری به استمرار بقا برای به دست آوردن غذا در شرایط جدید روی زمین فرمان مسلح شدن در فضای باز و به افق بیکران که در درجه خطر خوردن و خورده شدن به مراتب بیشتر از سکونت در روی درخت بود، تطابقی ضرور به اجتناب ناپذیر می نمود و برای بالا بردن حفظ تدافعی، حفاظ تدافعی، زندگی گروهی و دست جمعی پیشین روی درخت را با خود به همراه آورد تا در پناه محور جمع حراست از خود را تأمین کند. این استش که آقای افلاطون میگه انسان موجودیست مدنی. درست نمیگه. مدنی شدن انسان به حکم ضرورت بوده. اگر ضرورت نداشته و انسان به هم نوعان خودش احتیاج نداشته، دلیلی نداشت که با هم دیگه گروهی زندگی کنن. شما در نظر بگیرید روباها و بسیاری از حیوانات دیگه تنها زندگی میکنن. هنگامی که مادر باردار میشه و بچه ها رو بزرگ میکنه، اونا میذارن میرن، باز تنهاست. تنها یه تعدادی از پستانداران هستن که با هم دیگه گله‌ای زندگی میکنن، مثل فیل ها، مثل یوز هم نه، مثل مثلا شیر ها و یه تعداد دیگه. سمور همیشه تنها زندگی میکنه با وجود اینکه پستانداره. در نتیجه ابتدا در گروه های کم جمعیت که شامل نرها، ماده ها و تعدادی از کودکان ریز و درشت می شد، در دشت ها روان شد و برای سرپناه دخمه ها و غارها را برای سکونت برگزید و به تدریج که راست قامت شد و دست ها از حمل وزن بدن آزاد گردید، عریضه نیرومندش فرمان داد که برای بهتر لط و کوب کردن حیوانات خود را با چوب و چماق مسلح کند و شبها کجا باید بخوابد. آقای سربی میدونی که این بابا وقتی از بالای درخت اومد پایین، چون بالای درخت اونجا یه تشچه گیاهی درست میگرده، اونجا میگرفت میخوابید. بدنش هم که پوشیده از مو بود، البته در این پایین هم که در قارم زندگی میگرد هنوز بدنش پوشیده از مو بود. خب این کجا باید زندگی میکرد؟ باید لایه دوشک درستید. صدای شما بد میاد. بله میگم حتما باید به فکر دوشک میفتاد، یه دوشکی برای خودش درست کنید. خب بله، ابتدای سرپناه باید برای خودش درست میکرد. بله. و این سرپناه حالا تا درست کردن خانه و لانه و کاشانه چندین هزار سال فاصله داشت. ابتدا از جنگل از درخت که اومد پایین رفت توی سوراخ سنبه های دخمه ها و غارهای طبیعت، در اونجا رحل اقامت افکند. و اگر یک تصویری هم من برای شما فرستادم که انسان غارنشین رو نشون میده که زندگی مرد و زن در اونجا دارن زندگی میکنن، حالا من یه مقداری به اون قسمت میپردازم چگونه. اما بسیاری از این نقاشان در کشیدن این تصاویر مثل اشتباه میکنن که این بدن و پوست و اینطور چیزا رو فاقد مو میکشن.
تنها یه دونه تصویر که من برای شما نشون دادم که اونجا ناندرتال رو نشون میده تقریبا نزدیک هستش به نیاکان میمون نمای ما، یعنی اون ناندرتال ها بعدها اون هموسپین ها به وجود میان. ناندرتال ها ابتدا بدنشون مثل همه این میمون ها پوشیده از مو بود و بعد من برای شما بحث میکنم که این مو چگونه از میان رفت. اگه اجازه بدین یه سوالی در همین رابطه من بپرسم، چون بفرمایید. بله، میگن که در برنامه قبل شما گفتید وقتی از درخت پایین آمدن بدنشون پوشیده از مو بود، سوال اینه که آیا سرشان هم مثل میمونهای دیگه مو داشت و چرا حالا بعضی از مردان کچل و تاس هستن؟ بله، بسیار سوال خوبی هستش. به نظر میرسه که آقای سوربی شما یه مقدار شیطنت در وجودتون هست که میخواید پاتون رو تو کفش این کچلا بکنید. نه، خودم هم دارم با اونا هم کلاب میشم، یعنی کم کم از این جلو شروع کردیم که عقب نیفتیم. نه، شما یا من در گروه کچلا قرار نمیم. بعضی ها نگاه میکنیم از این سر تا اون سر اینا کچل هستن. نه. شما ببینید بودن مو روی بدن و یا نبودنش بستگی داره به پوشش، یعنی هر چقدر لباس شما ضخیم‌تر و در تمام طول روز و شب در بدن شما باشه به تدریج این مو رو حذف میکنه. حالا چرا؟ شما در نظر بگیرید مثلا به عنوان نمونه اون گروه های انسانی که جنوب ایران در خط استوا و عربستان اونجا زندگی میکنن، اقلیم و شرایط جغرافیایی دستور بده که لباس های سفید و نازک بپوشن که حرارت آفتاب رو نگیره، پس بده و بدن اینا هلاک نشه. و چون لباس هاشون نازک هست، بدن هاشون هم نسبت به مثلا روس ها بسیار پرموه. بعضی ها رو من دیدم که تا اینجا ده این گلو پشم اومده، بدنش هم لخ میکنه، اصلا مو داره. چرا؟ برای اینکه این لباس هایی که میپوشتن آنقدر کلوف نبود که این مو رو از میان ور داره. بنابراین از میان رفتن مو بستگی داره به لباس. به همین خاطره که مثلا روس های سفید یا اروپا، شمال و اروپا رو که در نظر بگیری، تمام بدنشون مو اصلا نداره. و چرا حالا مال ماها این کچل هستن؟ این بستگی داره به اون کرامت و نعمت اون کلانمدی هاست که روستایی ها ناگزیر بودن این کلانمدی ها رو سرشون بذارن. اگه به اون عکسی که من برای شما فرستادم توجه کرده باشی، یه مکتبخانه رو نشون میده که بچه ها 4-5 سالشون، 6 سالشون، 7 سال، 8 سالشون هست، بعضی هاشون کفش ندارن برای پوشیدن، اما کلاه اجباراً تو کله همشون هست. بعدها این کلانمدی ها، بنابراین کچلیه ما ایرانی ها، ترک ها، افغان ها و این افرادی که تو این اقلیم خاورمیانه زندگی میکنن محصول اوامر اون نهاد دیانت و سیاست هست که باید حتما کلا سرشون میذاشتن و این کلا نمدی درست مثل یک لباس مور و پیازش از میان میبرد و در تمام طول روز اینا باید میذاشتن. فقط موقع خواب مثلا یه چند ساعتی نگاه میکنی کلاش نبود. حتی بعضی وقتا من بعضی رو دیده بودم موقع خواب هم نگاه میکنی کلاش بکنش. و این از میان رفتن این ناحیه محصول اون کلانمدی هاست. بنابراین هر آدم تاسی که شما میبینید نیاکانش کم و بیش روستاییه. روشن شد؟ بله بله. خیلی. حالا یه سوالی، شما درباره نیاکان صحبت میکنید، این اجداد یا نیای ما ابتدا گیاهخوار بودن بعد گوشتخوار شدن، حالا موضوع گیاهخواری رو توصیه میکنن، اگه مایل باشید در این باره صحبت کنید، اگر نه که یادتون باشه این رو بعدا پاسخ بدید. بله، همینجا من توصیه میکنم. من البته خودم گیاهخواری رو توصیه نمیکنم، البته نه اینه که ما در رد خود گوشت خارجی بکنیم، میتونیم گوشت خاری رو کمترش بکنیم، اجتناب ناپذیره. وقتی که ما گوشت خاری رو بگذاریم کنار، شما در نظر بگیرید یک کیلو سبزی حد اکثر 27 درجه کالوری آزاد میکنه، یک کیلو گوشت مثلا گوشت قرمز 95 درصد
بنابراین ما اگه 150 گرم گوشت قرمز بخوریم معادل 1 تا 2 کیلو سبزی انرژی آزاد میکنه، کالوری به ما میده. خب حالا بدن برای اینکه این کالوری مثلا روی جوان ها که 3500 تا 4000 تا 5000 کالوری رو میتونن مصرف بکنن و نیاز دارن، بخوان سیر بشن باید 5-6 کیلو چمن بخورن، یعنی سبزی بخورن. باید از صبح تا عصر مثل گاوا توی بله دیگه دشت. باید این رو بخورن چون اون مواد لازم رو بتونن تهیه کنن، و وقتی که این رو که میخورن و این حجم معده‌شون حجمش بزرگ میشه، وقتی که حجم معده بزرگ شد که توی اونم آنزیم‌های بدن و چربی و آب و چیزهای دیگه هم و بزاق و دهان اینا که خاطی شده، یه وزن قابل توجه پیدا میکنه و فشار میاره چون نیروی جاذبه اینو میکشه به طرف، و این ناگزیر هستش که باز دو مرتبه دست‌هاشو بذاره روی زمین. پیامد دراز مدت گیاه‌خواری میل کردن انسان به حیوان هست. اگه شما مخالفید و دیگران مخالف هستن بفرمایید بیاد جلو ما مراقبه. من تو برنامه دوشنبه به دوستان گفتم که یکی از دوستام که گیاه‌خوار شده بود وقتی رفته دکتر، دکتر همین صحبتی که شما کردی گفته اگر تازه میخواین انجامم بدید شما 50 سال 60 سال یه دفعه نمیتونید خودتون رو عوض کنید 100% گیاه‌خوار یا خامخوار بشید و اینها، و به اصطلاح یه سری مریضی هایی هم میاره که یکیش هم همین مثل که از لحاظ استخون و اینها پوک میشن، یا بیماری های دیگه ای که من اینجا حالا چون وارد نیستم خیلی راجع بهش صحبت نکنم بهتره. ولی اینی که شما گفتید خب خودش جای فکر داره که این همه انرژی رو، میگن روزی 2000 کالری اینجا، البته برای افرادی مثل من و شما، ولی جوان ها احتمالا 3000-4000 هم، اونایی که ورزش کنن 5000 هم باید بسوزونن. این هم یه بحث خوبیه. خب بفرمایید گوش میده. بله این مسئله اینه که شما گفتی درسته، ولی این استدلالی که من دارم میکنم این استدلالی هستش که منطقیه، یعنی اینه که منطبق با واقعیته. من بگذاریم از اینه که ما الان در توی طی سالها شاید مثلا 5000 سال چون گوشت ها شدیم، و گوشت را خام را هم اگر گوشت قرمز خام را هم شما همینطوری بخورید به سادگی نمیتونه حذف کنید. به همین خاطر بوده که مدنیت های درازدامنی مثل ایران و هند و چینی حرفا میارن گوشت رو میپزن. وقتی که ما میپذیمش خورشت قرمه سبزی یا خورشت بادمجون یا تسکباب که درست میکنیم، این گوشت در واقع نیمه هضم میشه، 70-80% هضم میشه و بسیار ساده و عادی میکنه. وقتی که ما میخوریم دیگه مشکلی نداریم، در صورتی که معده ما و روده ما اون آنزیم هایی که اولاق، قاطر، اسب یا مثلا شتر برای تجزیه گیاه به کار میبره رو ما نداریم. بنابراین بسیاری از این گیاه‌هایی رو که ما میخوریم، سبزیاتی که میخوریم ظاهرا میخوریم اما هضم نمیکنیم. به عنوان نمونه شما اگر یک مرتبه خورشت قرمه سبزی خورده باشی، فرداش که میرید توالت به مدفوعتون اگر نگاه بکنید میبینید سبز رنگه. چرا سبز رنگه؟ به خاطر اینه که اون کلروفیل‌ها یا اون رنگدانه‌هایی که در پیکر اندام سله سبزی بوده رو ما نتونستیم حذف کنیم، از این ور خوردیم از اون ور دفع کردیم. در صورت که الاغ به سادگی و اندازه 20 کیلوی اونجا رو میخوره، فردا برای چیز مطبوعی تحتیم میکنه که اصلا اثری از سبزی وجود نداره، چون اون کلروفیل ها و اون رنگدانه ها رو هم اونا رو هم تجزیه میکنه و حذف میکنه. ما این کار رو نمیتونیم بکنیم. این هستش که یه تعدادی میان شروع میکنن مثلا بادمجون خام رو میخوره یا مثلا کدو رو میخوره، اینا بیشتر جنبه های تظاهری داره. شما وقتی که بادمجون خام رو میخوری بزاق دهانت به خوبی ترشح نمیکنه، وقتی که بزاق دهان به خوبی ترشح نکنه توی معده این هضم نمیشه، از این ور میخورید از اون ور دفع میکنیدش. بنابراین من گوشت خاری سبزی خاری رو حساب شده، نه اینه که دیگه کاملا گوشتخواری رو بگذاریم کنار و شروع کنیم مثلا هم ببینی حیوانات و چرندگان بیاییم گیاه فقط بخوریم. خب سوال دیگه ای هم دارید؟ نه خیلی بفرمایید. بسیار. اما چگونه او در استمرار بقا دست به خشونت بود؟
ابتدا خشونت را تعریف کنیم تا بدانیم چگونه سرشتی دارد و منشأ او در کجاست. خشونت چیست؟ خشونت به معنی خشن و زمخت شدن که ضرب المثل پارسی در این باره میگوید جایی که منطق و عاطفه انسانی حضور نداشته باشد برای وساطت در امور خشونت برای رسیدن به هدف فعال می شود و اساس آموزه‌های و بر اساس آموزه‌های ایوان پاولوف. من فراموش کردم که تصویر این ایوان پاولوف رو برای شما بفرستم، زیستشناس روسی است. بر اساس آموزه‌های ایوان پاولوف زیستشناس روسی، بازتابی یعنی خشونت بازتاب شرطی است. شما در نظر بگیرید وقتی که چماقی میکشید به طرف من ناگزیر دستان برای حفاظت و حراست از این مرد بالا میره. این دست ها بالا رفتن برای حراست از این مرد بازتاب اون چماقیه که میخواد بیاد به طرف من، به طرف سر من یا به بدن من. پس خشونت بازتاب شرطی است. خب بر اساس آموزه های ایوان پاولوف زیستشناس روسی، بازتاب شرطی و یکی از تظاهرات روحی و روانی موجود زنده به هنگام ضرورت است و این ضرورت هنگامی در روان او بازتاب می‌یابد یا فعال می‌شود که طبیعت به هر موجود زنده یک بار حق حیات می‌دهد و او به فرمان طبیعت برای حفظ آن نیازمند غذاست و باید از جایی فراهم شود و طبیعتاً این جان را هم باید حراست ازش بکنه. تا دیروز که جد بزرگوار ما در جنگل بر روی درختان زندگی می‌کرد، زیستگاه جنگلی خوراک را از فراورده‌های گیاهی در اختیار او قرار می‌داد. اما اکنون که در دشت‌های فراخ‌دامن زندگی و درون غارها، دکمه‌ها و سوراخ‌سمه‌های طبیعت رهر اقامت افکنده، برای غذا اجباراً دست تعرض به پیکر حیوانات دراز می‌کند و این دراز دستی و تعرض تا زمانی که خزانه حیوانی در طبیعت جوابگوی نیازمندی و اوست ادامه می‌یابد، تا اینکه به تدریج فراوانی حیوانات در اثر شکار نامتعارف و بی‌رویه رو به کاهش می‌گذارد. ببینید آی سربی، طبیعت در سیستم بقا یک تعادل متوازن و متعادل ایجاد کرده، یعنی تعداد آهوها همیشه با تعداد درندگان مثل شیر و پلنگ و یوز و اینها در یک متعادل به سر میبره. یعنی اگر شیرها زیاد بشن و آهوها رو بخورن، طبیعتا آخر سر خودشون گرسنه میمونن یا در اثر بیماری و گرسنگی میمیرن یا خودشون رو میخورن. شما اگر توجه داشته باشید، یه آقایی برای من تعریف میکرد که من یه روزی رفتم به یکی از این جزایر توی خلیج فارس، در اونجا دو تا حیوان زندگی میاد، مارها و قورباغه ها. یه دوره مارها زیاد میشدن، یه دوره قورباغه ها. چرا؟ وقتی که مارها زیاد میشدن تعداد قورباغه ها رو میخوردن و بعد آخر سر خودشون رو میخوردن و تعداد مارها میامد پایین، بعد با قورباغه ها رشد میکردن و تعداد مارها زیاد میشدن، مارها قورباغه ها رو میخوردن. یعنی طبیعت یه تعادل و توازنی رو ایجاد کرده. اما وقتی که انسان در افق طبیعت ظاهر میشه، یه موجود جدیدی بر درندگان دیگه اضافه میشه که توی اون سیستم قرار نداره. ما وقتی که وارد میدان میشیم، طبیعتا از آهوها و گوزها و خرگوش و بز کوهی و میشینا استفاده میکردیم بدون اینه که اصلا خودمون کاسته بشیم. یعنی هوشمندی ما اجازه میداد که فقط یک طرفه از اونا استفاده بکنیم. بعدها یواش یواش متوجه شدیم که این استفاده بی‌رویه این گنجینه غذایی رو داره کاهش میده و خودمون ناگزیریم گرسنه بمونیم و میاییم اون سیستم دامپروری رو خلق میکنیم. خب
کاهش می‌گذارد و خطر گرسنگی و کمبود غذا ذهن دوراندیش نیای کهن را فعال می‌کند تا تمهیدی به کار گیرد تا تعادل بین تولید و مصرف ایجاد شود که در راستای حفظ خزانه پروتئینی طبیعت حمایت از حیوانات نظام دامداری و گله‌داری را فراروی او قرار داد و این تمهید زمانی از قوه به فعل درآمد که او ناگزیر به دنبال حیوانات و مورد استفاده در دل دشت ها و چراگاه ها روان و سکونت در غار و دخمه های طبیعت را به تدریج ترک گفت. یعنی تا زمانی که ما در درون غارها زندگی میکردیم از پیکر حیوانات استفاده میکردیم، اما وقتی که از درون اون در اومدیم بیرون به حکم اجبار، یعنی دنبال این گله ها ناگزیر بودیم گله ها رو برداریم ببریم حفظ حراستش بکنیم، غذا براش تهیه بکنیم و با هم اونا زندگی کنیم، یعنی خودمون جزوی از اون گله شدیم، منتها در رأس اون تحت فرماندهی اونجا قرار گرفتیم و به دنبال گردآوری خوراک گله های حیوانی یا خار را به تدریج اهلی و در پیرامون خود نگاه دارد تا از گوشت و سایر فرآورده های حیوانی استفاده کند و ناگفته نماند که هنگام سکونت در غار به صورت گروهی در افق زندگی و مسائلی پدیدار شد. حالا من میپردازم مقداری درباره اینی که در اون غار چه مسائلی مطرح شد. عصر غارنشینی، برای این مطالب هم از این کتاب من سود بسیار بردم که درباره انسان در عصر توحش داره صحبت میکنه، دقیقا اون موقعی که در غارها زندگی میکرد، بعدها میاد توی جامعه چه مسائلی پیش میاد رو مطرح میکنه. خب عصر غارنشینی، هنگامی که نیای کهن در غار زندگی میکرد، خب ما چقدر دیگه وقت داریم آقا؟ حدود 8 دقیقه. حدود 8 دقیقه. بله. خیلی خوب، من الان یه مطلب دیگه ای رو من همینجا میخونم و مسئله رو پایان میدم و اگر که شما سوالی دارید بعد از این خوندن مطلب 2-3 دقیقه‌ای این سوالا رو مطرح کنیم و وقت باقی مونده رو بحث میکنیم، باشه؟ حتما. عصر غارنشینی، هنگامی که نیای کهن در غار زندگی میکرد، خانواده بدوی تا تشکیل قبیله، یعنی اینی که در اونجای گله های انسانی در اون غارها زندگی میکن ولی بعد میاد بیرون و این قبائل ابتدایی رو، کلونی های اولیه رو تشکیل میده. در اولین گروه مادر تبار در جستجوی منابع تازه برای تغذیه مکان و مأوای خود را ترک کردن. حالا چرا در اینجا من میگم این مادر تباری؟ به خاطر اینه که در اون غار که زندگی میکردن بدور از مزاحمت‌های شرعی و عرفی و قانونی و نمیدونم پدری و مادری و مسائل، نرها با مادین‌ها هم آمیزش می‌کردن بدون این مزاحمت‌ها. در این آمیزش‌ها محصولش فرزندانی بود که پدرانشون چون متعدد بود معلوم نبود کدومه، اما مادرش مشخص بود و به همین خاطر ابتدا نظام مادر تباری در افق مدنیت رشد کرد و پا به هستی گذارد. در اولین گروه مادر تبار در جستجوی منابع تازه برای تغذیه مکان و مأوای خود را ترک کرد. هر دسته در نقل مکان ناقل مشخصات ویژه گروه مادر نسب بود و بعضی از آنها که به مناطق مجاور رفتند تا زمانی پیوندهای خود را با اصل و نسب مادری حفظ کردند، ولی دسته هایی که به مناطق دور کوچیدند و از کانون اصلی فاصله گرفتند پیوندهای دیرین را حفظ نکردند و در اثر فقدان خاطره تاریخی با ادوار بدوی با یکدیگر قریب و بیگانه شدند. ختم این گفتگو. بسیار ممنون. دو تا سوال هست، حالا نمیدونم ربطش با این موضوع بحث امروز هست یا قبلا احتمالا شما صحبتی کردید. میپرسن که ناتوانی جنسی مردان به چه عواملی ارتباط دارد؟ سوال دوم هم این هست که مضرات اختلاف سنی در ازدواج ها، اگه مایل هستید در این دو مورد لطف کنید صحبت کنید. بله، ابتدا سوال اول شما بود که ناتوانی جنسی مردان به
به چه عواملی ارتباط داره. بله. ببینین عزیز جان، مردا جوونا انگامی که به بلوغ میرسن از 13-14-15-16 در مناطق مختلف سنین متفاوته، خب بیزه ها شروع میکنن به اسپرم تولید کردن. شما اگر میتونید اون تصویر اسپرم رو، چون امروز ما یه نقبی هم زدیم به علم ژنتیک، اون تصویر اوول و اسپرم رو نشون بدید تا من یه توضیحاتی بدم. نمیدونید شماره چنده؟ نمیدونم شما، بعد از این من الان شماره میگذارم که راحت تر باشه و اینجام توی این مد خودم میگنجونم که مستقیما بگم. من الان دقیقا نمیدونم، فقط یه دونه تصویری برای شما فرستادم که تقریبا قرمز رنگه، یه طرف اوول زنانه رو نشون میده، بعد اون طرف دیگه چندین اسپرم رو. آه. اگه اونم بوده، من امروز 6 تا عکس گرفتم، توی اون 6 تا چیزی نیست به این صورت. حالا اینو اگه بتونیم دفعه دیگه به اصطلاح شماره گذاری کنیم، چون وقتی این عکس‌ها رو من الان تو دستگاه می‌بینم زیرشون کوچولو می‌نیست، اصلا نمی‌بینم. تنها چیزی که میتونم ببینم 6، اینجا 6 تا از عکس هست که یکیش اون کروموزوم‌ها بود، یکیش بعداً اشکال کروموزوم باز، یکی دیگه‌اش اون همون ایکس و وای بود، یکیش این عکس این آقای میمون پشمالو، یکیش اون آخوندا، یکیش هم قارنشینا. به احتمال زیاد نفرستادیم اونو برای من. آها. در هر حال توانایی مردان، به همین سوال اول شما فعلا اگر وقت هست بعد یه دو دقیقه بپردازم، توانایی مردان به چند فاکتور ارتباط داره. یک، به تعداد اسپرم هایی که تولید میکنه. دو، به تعداد اسپرم هایی که سالم هست. من گفتم اون تصویر اگر نشون میدادی اسپرم داره یک سر، یک پیکره، اون جلوی پیکرش یک بالشتک قوسی بیزی شکلی داره که در اون یک ماده هست، بعد یک دومه، اینا اگر کاملا سالم باشه یک پیزه، و بعد تحرکش رو ما در آزمایشگاه تحرک اسپرم ها رو هم مورد بررسی قرار میدادیم، و بعد این وقتی که عمل جنسی صورت بگیره و مرد اسپرم رو تخلیه میکنه در واژن زن، این اسپرم ها شروع میکنن به طرف اوولی که داره اومده توی اون لوله رحم قرار داره، به اونجا شروع میکنن به میلیون ها اسپرم. یعنی مرد بالغ 30 ساله که اگر تعداد مرتب زیاد چیز نکنه، اول جنسی انجام نده، یک روز در میون، دو روز در میون انجام بده، یه چیز معادل 100-150-200 میلیون اسپرم در هر انزال از خودش تخلیه میکنه. خب اینا شروع میکنن حرکت میکنن به طرف اوول که عمل لقاح رو انجام بدن، بعد این سرش رو میچسبونه و اون بدنه اوول تکون تکون میده، اون به شای سیتوپلاستیش پاره میشه، اون ماده انزیمی هستش، اون دیواره رو سوراخ میکنه و اون هسته شیرجه میزنه توی اوول و دو نوع این چیزا رها میشه. بس بنابراین توانای مردها به تعداد اسپرم هایی که تولید میکنن، به تعداد اسپرم های جوان و سالم، و اون توانای شناوریش که بتونه بیاد بره توی هاپ کنه. بعدم مسئله دیگه ای هستش که خیلی از مردها، من اینجا دارم توصیه میکنم که مرتب در آزمایشگاه به این مردها که میومدن ما آزمایش اسپرم به ما میدادن که میگفت من بچه دار نشدم، نمیشم، چیکار باید بکنم، حالا دکتر یه دستورایی میداد، منم اونجا بهشون این چیز رو میگفتم، میگفتم عزیزم شما اگه میخواید بچه دار بشید، برای یه مدتی که تصمیم گرفتید بچه دار بشید، هر شب عمل جنسی انجام نده، هر شب جماع نکن، بلکه یک شب در میون یا دو شب در میون انجام بده، تا اینی که این اسپرم ها در بیضه شما ساخته، مراحل تکاملیش طی کرده، و شما وقتی که عمل انجام بدید تعداد هرچی بیشتری اسپرم آزاد میکنید. این هستش که هر شب اگر 4-5 بار مثلا میبینیم اون تستوسترون وقتی که ترشح میکنه و شما داره چی میکنید، اسپرمی نداره. البته یه بمای منی میاد که بیشتر اون ماده ای هستش که پروستات تولید میکنه، ولی اسپرم سالم و جوان و نیرومند در اختیار نشه. پس بنابراین یکی از چیزهای ناتوانی جنسی مردها رعایت نکردن اینا.
توانایی جنسی داره، منتها در بچه دار کردن زنش این تدابیر رو نمیدونه، باید اینو بدونه. برای یه مدتی که میخواد بچه درست بکنه، یه شب در میون، دو شب در میون عمل جنسی انجام بده، بعد دیگه مسئله بچه دار درست کردن تموم نشد، هر جور که دلشون میخواد عمل کنن. آیا وقت بازم داریم؟ نه، باید خداحافظی کنیم. و ممنونم از شما دوستان عزیز، اگر سوالی دارید یا نظری دارید درباره برنامه‌های آقای یزدان خدابندلو، با خود ایشون از طریق فیسبوک تماس بگیرید. برای دوستانی که احیانا هنوز هم این تئوری دسیسه و اینها وحشت دارن فیسبوک داشته باشن، خب میتونید با تلویزیون مردم، با ایمیل ما، با تلفن ما تماس بگیرید، سوالای شما رو یا نظرات شما رو من منعکس میکنم. ولی یه چیزی هم اینجا بگم، اونایی که فکر میکنن اگر اکانت یا حساب با فیسبوک باز نکنن، مثلا دولت و دیگران اینها رو نمیشناسن، نمیدونن کجاست، همین آلمانی که آقای یزدان خدابندلو زندگی میکنن سال هاست، فکر کنم حتی جنگ جهانی دوم هم این سیستم ابملدون و انملدون وجود داشته که میدونن کجا هستی کجا نیستی. از اون ساده تر سیستم گواهی نامه گرفتن آمریکاست که تا شما میری آدرس و ایناتو دارن، هر 30 روز هم اگر رفتید یه جای دیگه باید عوض کنید و دیگه چاره ای هم نیست. اگر میخواین کسی از شما خبر نداشته باشه، فقط مثل این دوستانی که عکسشون نشون دادم، باید تشریف ببرید در غار و اونجا دوران غارنشینی رو شما در قرن 21 امتحان کنید. آقای خدابندلو، باز هم ممنون از اینکه اطلاعات و دانش خودتون رو با ما دوستان و دوستان در میون میذارید و امیدوارم دیگران هم این کار رو انجام بدن و چی میگن، خسیس نباشن و برای خودشون تنها نگه ندارن. مرسی که با ما بودید. بفرمایید. بدرود آی سربی. ممنون و متشکرم. به امید دیدارتون در برنامه‌های آینده. بسیار خوبه. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای یزدان خدابندلو بودیم. ایشون آسیب شناس بودند و هستند و الان آسیب شناسی فرهنگی رو انجام میدن. باهاشون در تماس باشید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از دوستانی هم که روی فیسبوک با ما بودن ممنون و متشکرم و امیدوارم که اونها هم به دوستانشون این برنامه ها رو معرفی کنن. روز و روزگار بر شما خوش.